جای دنیا قرار نیست کوک ویولون عوض بشه. پدرم این اجازه رو به من داد که حزبی نشم. سرزمین ما سرزمین کارهای هنری نیست. هایده واقعا سکته دستارز مریضی کرد. ما ستایلمون فرم میکنه. محبوبیت و معروفیتشون یه طرف، دستمزدشون یه طرف. نطفه اصلی یعنی عشق به این کار اونجا وجود داره. ما رو اینطوری تربیت کردن که هر کاری رو میخوایی بکنی باید بهترینش رو انجام بدی. این یک عشقه و عشق عظیمی هست. بایستی که فرهنگ سینمایی غنی میشد. تا قرار نباشه آهنگی اجرا بشه نمیسازمش. بهترین شعارهای انقلاب رو من ساختم. در مملکت که من موسیقی فیلم میخواستم بنویسم ضبط کنم، ارکستر اجازه نداشت بیاد بزنه برای من. ما میریم بزن بزنه، ما یکی دو تا مش میزنیم. یه مقدار زیادی اختلافات پشت پرده هست، گروه ها با هم نمیسازن. هر کی این تیپو داره بیاره وقت من جوابش میدم. خوش اومدید به برنامه آنکات. بدون گوش بدون سانسور، برنامه‌ای که مورد توجه شما قرار گرفته و سپاسگزاری می‌کنیم از اینکه این برنامه را حمایت می‌کنید. گفتگو با هنرمندان، با ستارگان، با چهره‌های مطرح هنر، یک برنامه متفاوتی را ساخته تحت عنوان آنکات. و اما مهمان این هفته دیگه دوستان قدیمی، هنرمندی که از اوائل دهه 80 به عنوان یک خواننده مطرح در طی این 20 سال کارش رو شروع کرد، زمانی که خواننده دختر یا یک خواننده زن در جامعه ایرانی به اون صورت زیاد پیدا نمی‌شد و در خارج از کشور مطمئناً او یکی از اولین خواننده‌های زنی بودش که پا به عرصه وجود گذاشت. گفتگوی امروز ما با خانم سوزان روشن است. خوب هستی؟ باشکر. همه چی خوب؟ همه چی خوب. تو از دهه 80 کردم، منظور دهه 80 آمریکایی بودش. یعنی حدود 20 خورده سال پیش بود دیگه، درسته؟ 20 چند سال پیش شروع کردی بخوام. من نه، من اولین آلبومم 85. 85. یعنی 80. بیش میشه 21 سال پیش. تقریبا. 21 سال پیش. بله. خب اول مسابقه همیشه این مسئله، این چه مسئله بخش رو دارم، اونم اون هستش که میپرسم از خودت بگو، اسم فامیل، اسم اصلی، بعدش متولد کجا هستی، چند تا خواهر، چند تا برادر، در رابطه به پدر، مادر، پدر تو چه کاری بوده، مادر تو چه کاری بوده و چطور شدی خواننده شدی؟ اسمم سوزان روشنه، همطور که تو شناسنامم هست. سوزان یعنی معنی سوزان یا سوسن؟ نه، سوزان یه اسم قدیم هخامنشی هستش، یه اسم بسیار قدیمی ایرانی هستش که حدود 2700 سال قدمت اسمی دارم. خب بعد فامیلم هم که روشنه، بعد پدرم منوچهر روشن، مادرم فرشته روشن، برادرم پیمان روشن. اوکی. و ما خیلی کوچک بودیم، به امریکا اومدیم حدود سال 77 فکر میکنم. و پدرم در ایران چه کاری بودن یا در اینجا؟ در ایران. در ایران پدرم اداره برق، بهتاری اداره برق، مدیر کل بهتاری اداره برق بودن. اوکی. مادرم هم که یه دختر خانم جوون بود، خانه‌دار اینجا هم که خب خیلی کارهای متفاوتی عوض کردن. میدونین که اینجا بیزینسیه دیگه، همه چی بیزنس های مختلف عوض کردن. الان هم در کار مورگیج هستیم، هر سه تایی اونجا زحمت می‌کشن. وام و این مسائل، وام و مورگیج و ریل استیت اند اوریثینگ. خب
یه خواهر یه برادر. یه برادر یه خواهر. برادر کوچیک‌تر یا بزرگتر؟ کوچیک‌تره. کوچیک‌تر هست. متولد چه روزی هستی؟ 23 یعنی 23 سپتامبر. اول مهر. اول مهر. سوالشو میخوای بگی یا نمیخوای بگی؟ فرقی میکنه در مصاحبهمو؟ فرقی در مصاحبه. نمیخوام تا آخرش همه فکر کنن راجع به اون و به مصاحبه گوش نکنن. آن که چند سالته؟ مطمئنن اگه نگی صد درصد این فکر رو میکنن که اگه بگم هم خیلی میشینن جمع و تفریق میکنن. جمع و تفریق میکنن که چه سالی به دنیا آمدی؟ چه فرقی میکنه؟ اوکی. دوربین حقیقت رو میگه همیشه. اوکی. خب سوزان روشن چی شد اصلا تصمیم گرفت خواننده بشه؟ خوب میخوندی؟ مادر پدر گفتن برو خواننده شو یا اینکه خودت دوست داشتی؟ من از کوچیکی دوست داشتم همیشه یا خواننده بشم یا وکیل. و چرا به هم نزدیک یعنی دوتا؟ از نظر این که وقتی که جلوی جوری میری و صحبت میکنی و کارت اینه که اونا باور کنن تو رو، وقتی رو صحنه میری همین حالت رو داری با مردم، باید کاری کنی که اونا تو رو بپذیرن و باور کنن. فکر کنم یه مقدار اینجا با هم بچه اشتراک دارن و شاید ترازوی ماه من ترازوی لیبرا هستی. همیشه از عدالت و راستگویی دوست داشتم، طرفداری میکردم از حق دیگران، حق خودم هم گاه گاه بعضی موقع ازش میگذشتم. ولی از 3 سالگی 4 سالگی میخوندم، عکسایی دارم که بچه‌ام رو صحنم، عروسی‌های مثلا فامیلی که دعوت میشدیم یا مهمونی‌هایی که بود همیشه من رو میوردن. آره دوست داشتن همیشه من رو میوردن، میخوندم با موزیک. خب پدر تو کار اداره برق و مادر خانه‌داری چه نگفتن دختر این کارا چی؟ خوانندگی یعنی چی؟ دنبال خوانندگی نرو. خب اون موقع که خیلی تو ایران کوچیک بودیم، خوانندگی نمیتونست. اینجا هم که اومدیم که به خاطر یه مقدار چون محیط کوچیکتر بود، یعنی موافقت پدر مادر رو خرید. بله داداشم خیلی دوست داشت، خیلی پافشاری میکرد و خب یکی دو نفر از کسایی که در این کار انترتینمنت بودن خیلی به پدرم تشویق میکردن که بذارن که من وارد کار هنریشم، چون گفتن صداش خیلی قشنگه. آقای اون اولش آقای حسن شمایزاده بودن، آقای ایرج طاهری بودن، آقای هوشمند عقیلی، اون اول آقای اینام گفتن بذاری خواننده بشه. اوکی. بعد دیگه من خودم هم خب دوست داشتم. بعد محیط خیلی کوچیک بود، پدرم گفت اینجا چون محیط کوچیک‌تره کنترل بیشتر هست، ما میتونیم خودمون باهات باشیم بریم بیایم، اشکال نداره اگه دوست داری، اگه میگن که خوبه. رفتی دنبالش؟ رفتم. بعد چی کمک کرد برای خواننده شدن؟ اولش که با آقای حسن شمع‌زاده شروع کردیم دیگه. آها. تور و کنسرت گذاشتیم چندین جا با ابی، آقای ابی، آقای شارخ بودن یادمه، به خاطر دارم کنسرت های خیلی متعددی در سر دنیا، آلبرت هال لندن، حتی یادمه یکی از بزرگترین جاهایی که کنسرت داشتیم و تمام امریکا، کانادا. رفتی خواننده خوندی و دوست داشتی؟ دوست داشتم. چند سال بود اون موقع؟ برای من صحنه خیلی فرندلیه، خیلی خیلی دوستانه است. چند سال بود اول که خواننده شدی؟ 16 سالگی رفتی رو صحنه؟ بله. و خوندی؟ خوندم. دفعه اول که رفتم یادمه یادمه اول آهنگی که خوندی چی بود؟ یه آهنگی آقای حسن شمع‌زاده بر من ساخته بودن که بعدها بیشتر پخش شد، اونو خوندم. خیلی وقت عاشقم. عاشق سادگیاتم، تو بوتی برای من بود شکن فداتم. Thank you.
الان 20 سال این کلاس داری میخونی، 20 سال 23 سال داری میخونی، محیط هنری چطور بوده تو این 23 سال؟ امروز اگر حاضر بودی بازم خوانندگی رو، اگر برمیگشتی 21 سال عقب، خب حاضر بودی که دوباره خوانندگی رو به دنبالش؟ بله بله بله. اوکی. به خاطر اینکه چون دوست دارم، چون وقتی تو یه کاریو میخونی ارائه میکنی برات مهم نیست اگه حتی هزاران صدها هزار دیوارم جلوت باشن. دیوار بوده جلوت؟ همیشه هست. همیشه هست. همیشه هست. اوکی. دیوار از طرف کی بوده؟ از طرف محیط هنری. آها. از طرف محیط هنری همیشه هست، توی انترتینمنت خارجی هم هست. اوکی. کمپتیشن هست. دیوار با رقابت خیلی فرق می‌کنه. دیوار اینه که سده. نمی‌خوان تو بیای جلو. خب رقابت‌ها اون دیوارا رو می‌سازن. اوکی. شاید. هیچ وقت با خواننده زن مشکل داشتی؟ میگن خواننده‌های زن تو مارکت ایرانی بیشتر با هم دیگه مسئله دارن تا خواننده‌های مرد. مشکل کاری نداشتیم، نه. مشکل اخلاقی داشتید؟ ممکنه یک مشکل اخلاقی کوچیک داشتم با یک نفر. ولی مهم نبوده خیلی. با یه نفر داشتی ولی مهم نبوده. خب میتونی بگی کی؟ خب آره، ولی فرقش چیه؟ فرق نداره. آخه امروز خودی سن خودی فرق نمی کنه. خب داشتم آخه ببین یه چیزای خصوصیتون با یه نفر که مثلا 10 تا 15 تا کنسرت میریم ممکنه یه اختلاف اخلاقی پیدا کنی، چیز مسئله مهمی نیست. نیسته. ولی از نظر کاری و اینا هیچ وقت. هم با همه دوست بودم، من با تمام خواننده های زن روی صحنه رفتم. رفتی؟ همشون. با لیلا رفتی به صحنه؟ با لیلا، با نوشافرین، با شاهره. اوکی. با همه خانم همیرا، خانم مهستی، خانم هایده. اوکی. با همه رو صحنه رفتی. خیلی خوب. کدوم اصلا راحت‌تر بودن تو خانم؟ راحت‌تر از چه نظر؟ راحت باش، خیلی راحت. چطوری؟ قربون تو برم، مرسی، خیلی متشکرم. شما بفرمایید. نه قبل بفرمایید شما اول. قربون شما. به گفته خودمون به هم یه نون قرض دادی تو. نون قرض دادیم؟ نه اتفاقا من خیلی چیز نیستم، نون قرضی این چیزا خیلی راحت و ساده ام، احساسی. خب. هم هر چی که احساسم باشه. با کی راحت تر و احساسی تر بودی؟ رو صحنه یا اینکه پشت صحنه؟ کلن تو برنامه‌ای که چیزی کردی؟ کلن شهره باز فاین. شهره؟ Yeah, I was fine with her. Okay, خوب راحت بود. Yes, sir. توی توی قمار باز با یک دل حواس باز، همون دلی که گفته عاشق تو گفته بوسه بزن به تازه، شاید که شانس بیاره. بوسه بزن رو لبها، عشقم یه جور قماره. دل بازی گوشی تو یه مسئله که عنوان میشه که خیلی ها براشون خانواده ها مهم هستش، اینه که یه خواننده زن به خصوص جوان وقتی وارد مارکت ایرانی میشه یا خواننده میشه، مطمئنا ازش سوء استفاده های مختلفی میکنن، یا حتما باید یه جورایی یک روابطی حتما با یک آهنگساز و یک شاعر رو داشته باشه. این حقیقت داری یا نه؟ باید؟ آها. نه باید نیست. باید نیست. باید پیش نیست. باید نیست. بستگی داره تو در چه چیزی ایستاده باشی، چقدر سپورت مردم رو داشته باشی. خب. چقدر بخانت، چقدر میدونی اکثر مردم دوست ندارن دخترشون خواننده بشه، میگن آقا محیط درست نیستش، ممکنه نمیدونم بخوان از دختر من سوء استفاده بکنن. مثلا منظورتون در امریکا هسته؟ خواننده ایرانی در مارکت ایرانی، مارکت خارجی من که نه. من فکر نمیکنم مارکت ایرانی خیلی رنگی فرق بکنه با مارکت خارجی. من فکر کنم تو مارکت خارجی خیلی این اوضاع و احوال بدتر از بدتر این هستش. چندین آیا فکر کنی همچین چیزی وجود داره؟ ولی همچین مسئله هستش که یک کسی بخواد خواننده بشه باید یک مقداری بیش از حد معمول ایثار کنه؟
اگه خیلی پشت کار زیاد و زحمت زیاد داشته باشه و پول خیلی پشتش باشه و هنرش خیلی بالا باشه، نه میتونه سروایف کنه. میتونه، اما اگه نداشته باشه هیچ خود اینا رو، اگه شو اینا نداشته باشه که یه چند وقتی میتونه با این چیزا خودش رو نگه داره، ولی بعدش مردم بعد سپورتش کنن دیگه. تو به عنوان یه دختری که کار جوان بوده، ازدواجم نکردی، سن خیلی کم هم این کار آمدی، آیا به دخترهای دیگه ای که میخوان بیان خواننده بشن میگی خیلی کار خوبیه، بیان زندگیتون عالیه و یعنی چه میگی نه آقا برو دنبال زندگی، برو شوهرتو بکن؟ واقعیت سوزان، باید من پیشنهاد میکنم که اگه واقعا دوست دارن این کارو و کارشون میبینن که خوبه، نه اینکه فقط توی مهمونی بشن چهار نفر بگن خوبه کارت، آه به به صدات قشنگه، این دروغه، ولی اگه میبینن واقعا میخونن زنده میتونن احساس میکنن و یه نفر میتونه بهشون یک چیز درست بده، عقیده درست بده در ارتباط با این کار و در خودشون اون قدرت و کانفیدنس رو میبینن که با خیلی مشکلات روبرو بشن از بچگی، اگه مخصوصا تو این کار بیان و یه دفعه بزرگ بشن از بچگی، یا اگه بزرگترن تو این کار میان بتونن خیلی با سختی ها و دشواری ها در ارتباط باشن، اگه میتونن بیاند، اگر نه آره، اگه نه چون خیلی سکریفایز داره، یعنی خیلی از خود گذشته، از خود سکریفایز نه، زندگی تو از دست یه مقدار میدی خب میتونی زودتر از اینو ازدواج کنی، زندگی فامیلی داشته باشی، نخواهی داشت، درسته، اینو از دست میدی، آیا اگه حاضرین که از دست بدین ویلکام بیا. خب چه دلیلی داره که آقا خواننده زن نباید ازدواج بکنه؟ کی گفته نباید ازدواج کنه؟ چون الان گفتیم از دست میدن سخته، به خاطر اینکه نمیتونی خودت ازدواج کنی، چطوری تو میتونی؟ اونم توی چیزای ایرانی که زن امشب آلمان باشی فردا آمستردام، بعد هیچ میدونی متاسفانه مردهای ایرانی ما یه مقدار مشکل دارن به خاطر فرهنگی که داریم، which is very nice، بر فرهنگی خیلی خوبی داریم، ولی در این موزه هنری مشکل پیدا میکنن با هنرمند، با زن خانومشون اگه خواننده باشه، به خاطر اینکه توجه خیلی روی خانومشون زیاد میشه، در هر جا کجا که هستن توجه روی اون زیاده و یه مقدار این چون مردای ایرانی خیلی با غیرت هستن، میدونی خیلی نمیگم حسادت نیست، با غیرت هستن، یه مقدار خب بک‌گراند و هیستوری متعصب هستن، یه مقدار روی بعضی مسائل اینه که بعضی موقع همه چیز رو به چشم هنری نمیبینن، میگن آه. اگه این مثلا الان به خانم من مثلا اینجوری کرد مثلا یه منظوری داره، آره نه اینم هستش دیگه، مثلا آره. اونم از یه سخت دیگه، برای همین کار خواننده خانم مشکل برای ازدواج آه. نه که نمیخوان، چرا نمیخوان، من خودم میخوام، ولی مشکل داشتم همیشه با همه من آقایی که خواستم ازدواج کنم، آره نخون اتفاق میفته، امکان داری همچین چیزی اتفاق بیفته تو زندگی که این مرد ایدئالت بیاد و بگه سوزان من نمیخوام دیگه تو خوانندگی کنی و تو خوانندگی رو بذاری کنار؟ اگر خیلی خیلی ایدئال باشه شاید مثلا سالی دو سه تا کنسرت های بزرگ بذارم، ولی آلبوم رو همیشه میدم، آلبوم میدی بیرون ولی کنسرت های رو محدود، خیلی خیلی محدود، اگه خیلی ایدئال باشه. What'd you lose, ma'am? My diary. Red Castle, this is Ben Hawk. Out of 2,000, we got Charlie over the last year with 47,000. Red Hawk, this is White Castle. We have lost our radar. We are left here for Mr. Crossgate. Stay attention. This is the most deeply confirmed security breach now gone for FBI is on scene. Red Hawk, short tunnel, gear down and locked, 5 PSPs on board, commence security approach transmission, now.
کدام دوست با جراتی اومده بود خونت؟ نمیتونم. دوست دفترچه خاطرات؟ دست از سرم بردار. بعد از این همه مخارج؟ آخرین باری که بهت میگم، یا کار یا زندگی خصوصی. گارت؟ الان یک سال نیمی از سوزان روشن خبر نیست. بیشتر تقریبا بیشتر دو سال شده. من الان حدود 4-5 سال آلبوم ندادم. آلبوم ندادی؟ اگه مقدار چی بود آلبوم ندادی بیرون؟ چرا؟ یه مقدار علی جون توی مارکت خارجی هم اگه نگاه کنی خیلی هنرمندا مثل مایکل جکسون، مادونا، خیلی حتی ماریا کری سامتایمز بعضی وقتا اینقدر از سفرهای متعدد زیاد و برنامه های خیلی سخت و میدونی مسافرت های زیاد و آلبوم و کشمکش های کاری با پروداکشن ویدیو کمپانی کلکشن کلین کردن پول اینا خسته میشی میدونی خسته میشی. بعد من چون خیلی از کوچیکی این استرس این فشار روی شونه‌های من بوده همیشه خسته شدم خسته شدم خواستم یه مقدار بریک بگیرم که تو دیپرشن رفتی؟ نه اتفاقا نه چون وقتی که اومدم یه مقدار کنار خیلی راحت بودم همه چیو دوست داشتم یکم آدم معمولی باشم یه مدت ولی خب یه بعد چند ماه حتی یادم مادرم گفت تلفونا رو چرا جواب نمیدی برام اینم زنگ بزن میگم مام گفتم مام نمیتونم نمیخوام بخونم الان I'm tired. خستم. گفت خراب میشه. دیگه وقت زنگ نمیزن. چرا آلبوم نمیدی؟ گفتم نمیتونم. الان خیلی خستم. فشار اومده بود. خسته شدم. همش تمام تعطیلات، تمام مدت، هر هفته من جز کسایی بودم که همش کنسرت میرفتم. چون من عروسی اصلا نمیرفتم. اصلا برنامه‌های پارتی اینا نمیرفتم. اینی که همش در سفر بودم. کنسرت خیلی داشتم. بعد این میشه که تو خسته میشی من یه مدت کنار گذاشتم و با وجودی که کنار گذاشتم حتی نتونستم آروم بشینم شروع کردم کارهای دیگه کردم که سرگرم باشم چرا کردی؟ هفتم یه مقدار کارهای ساختمونی کردم ساختمون ساختم چند تا چی بنایی کردی؟ نه به اون شکل نه ببین مرد ایرونی نه دیگه ساختمون سازی دیگه من از سکرچ میسازم ساب کانترکتر رو میارم همه جدا جدا تمام نقشه رو این آخریه که خودم نقشه هم کشیدم سیتی اپروف میکنم تمام اینسپکشن ها رو پاس میکردم میساختم دیگه تمام مسائلش ایوریثینگ که احتیاج همه رو میخریدم چرا یه آدمی که اینقدر به این کار عشق داشته یه دفعه 4 سال میذاره همه چیز رو کنار و 2 سال جدی میذاره ببین یه مقدار شما. زیادی اون زمانی که تلویزیون ها اومدن خیلی زیاد شدن یه مقدار تمام رول کاری جوری که داشت اینجوری همه چی جلو میرفت یا ساخته میشد یا یه مقدار کلمله خورد یعنی قرقاتی شده بود من نبود کی به کیه چی به چیه کجا برنامه چطوریه اینه که بعدم دیدم او مای گاد حالا شده مثلا 10 تا تلویزیون وای اون موقع که 2 تا 3 تا بود چقدر مشکل ها که 10 تا 12 تا شده یعنی خیلی it was too much کارا مشخص بود بعدم حتی خیلی یه مقدار زیادی لطمه شروع کرد خوردن به کنسرت ها اگه یادتون باشه و خلاصه این مقدار خیلی هلبشو میگن چی بود؟ بلبشو ببخشید بلبشو بود منم
یه مقدار خسته بودم، دیدم خوب تایمیه که یه مقدار من عقب باشم، استراحت کنم، انرژیمو ریکاور کنم تا دلم بیشتر دوباره بر صحنه تنگ شه، تا یه مقدارم همه چی دوباره تو این وضع موقعیت جدید که داره این اتفاقا میفته فرمشو بگیره و بعدن برگردم. سوزان، آخرین باری که من تو دیدم در دبی بود. بله. سوزان روشن، آدم پر انرژی، همیشه شوخ، خندان، بگو بخند. از دقیقه که بیش من نشست اشک ریخت و ناراحت بود و برای همین احساس کردم که سوزان خیلی دیپرسه، داره میره تو دیپرشن، نکنه یا اینقدر فشار روحی داره بهش وارد میشه. چند سال پیش رو میگی؟ آره. سرده. چند سال پیش رو میگی یا اینکه آخرین باری که کنسرت داشتم؟ آخرین باری که من تو تو دبی دیدم. یه بار دیگه هم دیدم تو. ولی شاید اون زمانی میگین که من در دبی یک ماه بودم، برنامه داشتم. درست. خسته شده بودم. من که هر شب میخوندم اونجا و من اصلا فهم کنم برای خواننده مرگاوره هر شب خوندن، چون وقتی که تو میری اون بالا میخوای با مردم در تماس باشی و اون شعر و آهنگ رو برات اینقدر با احساسه. خسته شدم گریه نداره دیگه، خسته شدم و خسته شدم نمیدونم، ولی حالت خوش نبود، گفتی من دیگه خب دلم تنگ شده بود. دلم برای امریکا، خونه مامان اینا تنگ شده بود. بعد اونجا هیچ کاری نداشتم بکنم. من خیلی فعالم، من گفتم صبح که بلند میشم باید کار کنم، نمیتونم همینجوری هیچ کاری نکنم. بس دیگه I have to do things, I have to accomplish things. میدونی؟ اینه که اونجا فقط به منم میگفتن، گفتن تو چی میخوای؟ اینجا واسه خودت، تو هتلت هستی، استراحت کن، برو سونا، اینا همه شب نیم ساعت میاد میای بخونی، بمون اینجا ماها سالها. گفتم نه مرسی، I can't, I have to work. بعد به من میگم که هم گفتن چی؟ You have to work? گفتم yes, I have to work. اوکی. و بعد از اون کاملا مدت طولانی از همه بچه‌ها دور بودی دیگه. بله. قبل از اون من یه مقدار کشته بودم. آره، ولی خب بعد از اون دیگه کاملا دور بودی از. آره، حدود از که 2 سال. آره فکر کنم 2 سال. اوکی. تو این 2 سال هم شروع کردم آلبومم رو ضبط کردن دیگه اینجا. البته یه مقدار خیلی چیز آقای فرخ آهی بود، فشار ایشون که برگرد تو مارکت، با این کمپانی صحبت کرد، با اون کمپانی صحبت کرد، من کشید دوباره برگفتم. یکی ایشون بودن، یکی مادرم. باشه. مادرم دوست داره صدای من رو، دوست داره من بخونم، منم دوست دارم. سوزان آدم لوسی هستی؟ نه لوس نیستی. خب اگه نازم کنم داری. یعنی بچه ننه بهش میگن اصلا، از اونا که همش مامان 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 بابا مامان بابا. نه من الان خودم چند وقت خودم زندگی میکنم، خونه خودم بزرگ، بعد بیای ببینی. خودت غذا درست میکنی؟ خودم غذا درست میکنم. واقعا خودت غذا درست میکنی؟ خیلی خوشمزه. راست میگی؟ آمه بس کوک تو رو خدا. به خدا. اوکی. من هر جا تو رو دیدیم یا مادرت بوده یا پدرت بوده. بعدم مادرت میگه موهات اینجوری نکن، حالا میکاپت اینجوری شده، لباس تا بکش پایین، حالا لباس بکش بالا. خب این یکی از جزو یکی از خوشبختی های من بوده. آها. که هنوز نروس بریکدان نشدم به خاطر این مسئله، یا موهام از سرم نریخته. چرا؟ خب این بیزنس بعد آدم موهاش از سرش بریزه یا نروس بریکدان میگیره؟ خیلی ها میگیرن، ولی خب در کنترل قرارش میدن. خیلی از مردم نمیدونن این مسئله رو، نمیدونن که خواننده چقدر تو فشار هستش یا بعضیاتون چقدر تو مشکلات روحی قرار میگیرید. درسته. دوست دارید دربارش صحبت کنی؟ هر سوالی شما بفرمایید من همون میخوام جواب میدم. و چرا باید فشار روحی اینقدر باشه؟ به خاطر اینکه جوابش اینه که به خاطر اینکه این کار بیزینسه
و این بیزینس در ارتباط با توه. یعنی این نیست که مثلا من یه ساختمون میسازم، هر اتفاقاتی میفته در ارتباط با اونه. میدونین اگه اینش خراب بشه، اونش نشه، اینجاش بیریخ بشه، اونجاش. ولی وقتی که شما با مردم انترتینمنت، با آدمای انترتینمنت در ارتباط با خودتون دارین صحبت میکنی، این احساسیه. برای اینکه پروداکت خودتی. یعنی شما خودت اون زمانی هستش که سوزان جو یه خواننده اسم میکنه، نکنه الان موقعیتم خطرناک شده، نکنه اون موقعیت گذشته ندارم، آخ الان چی هستش، و میرن تو مشکلات روحی؟ نه پشی. من اینجوری احساس نکردم. من نمیدونم، من به اونجا احساس اونجوری نداشتم. من از خستگی و کار زیاد نه، من کلن دارم صحبت. آره کلن، ولی خب ممکنه در سنای بالاتر اینجوری اتفاق بیفته برای هنرمندان. حتما هم هست. اون یک پارت دیگه یک از زندگی من که شاید من هنوز بهش نرسیدم. سوزان یکی از کسایی هستی که بیشتر از هر خواننده من فکر کنم خرج کردی رو آلبومات، رو ویدیوهات، رو کارت. آیا این بازدهی داشته برای سوزان روشن؟ به اون صورت نه، خوب بوده. یعنی اگه این سرمایه رو گذاشته بودی رو همون خونه ها و ساختمان که الان داری میسازی، فکر میکنی درآمد بیشتری داشتی؟ خب معلومه، مسلماً. باشه. من خب شما اگه با اون همه پولایی که بسازی تو اینوستمنت، هیچ وقت نمیتونی اینقدر محبت و شهرت پیدا کنی بین مردم. اون یه چیزیه که با پول نمیشه خرید. اوکی. خیلی از این طرف میشه دیگه، از این طرف هم مگه اینکه بشی بیل گیت. آره ولی خب از این طرف هم خب این خرجا و مخارجی که کردی، الان خب محبوب هستی، دوستت دارن، یه گروهی طرفدارای تو هستن. بله. و اونها علاقه دارن بهت. درسته. نه من مثلا هر وقت هرچی در راه هنری در آوردم همیشه همش خرج کردم. همیشه یادم بیاد با دوستان میرفتیم بیرون، تو کیفم باز میکردم، همینطوری $100 میومد بیرون. همه جا خرج میکردم، همه جا من میدادم و هیچ وقت اینوستمنت نکردم پولامو. جمع نکردم ولی خب بابات ماشالله وضعش نکردم خوبه. ولی از موقعی که ساختمون سازی کردم یه مقدار، بعد پولایی که ساختم همه رو اونا رو اینوست کردم. الان اونا رو همه رو اینوست کردم و از اونا هیچی دست نخواهم زد برای این کار. این کار رو دوباره آره هرچی در بیارم تو هنری خرجش میکنم، چاکرش هم هستم. ولی I'm not gonna touch what I built up last few years. مختلف کار کردی تو. چند بار کمپانی عوض کردی. الان فکر شنیدم که مثل که باز داری با یه کمپانی دیگه ای کار میکنی. دلیلش چی هستش که سوزان روشن باید کمپانیش عوض بکنه یا از یه کمپانی موسیقی به یه کمپانی موسیقی دیگه ای کوچ کنه؟ واقعیت دلیلش چیه که شما یه استودیوتون رو موف میکنین از این ور به اون ور؟ میخوای به استودیو بهتری بریم؟ میخوای استودیوتو بزرگتر کنی؟ خب دیگه. آیا تو کمپانیتو بزرگتر کردی؟ من جایی که رفتم احساس راحتی بیشتر میکنم. اوکی. خیلی با آقای کبه خیلی در ارتباط هستیم. من هر وقت که گوشی تلفنو بردارم، در هر زمان در هر کجا باشم میتونم باشون صحبت کنم. برای من خیلی مهمه که آدم بتونه با مدیر کمپانیش در ارتباط باشه. نبودی قبلا؟ یه مقدار مشکل بود برای صحبت کردن و خیلی پیغام پسخامی بود همیشه همه کارا. اینم دلیلش واقعا کاملا بیزینسی، هر کی شرایط کاری کمپانی خودشو بهترین نحو
برای اون کمپانی ارائه میده و من هیچ ایرادی در اون نمیبینم، ولی من دوست دارم که آدم عصبی کار میکنم. عصبی نه، ولی خیلی پرفکشنیستم. از کوره در میدی؟ یا رفی ناراحت بشی آقا واسه چی جواب تلفن من نمیدین؟ آخه نه، یعنی فوش و فوش کنی، نه فوش و فوش کنی، کلن دلخور بشی. خیلی بد نه. آخه اگر لیبرا هم باشی و متولد ماه مهر یا آرام آرام که وقتا هم بالاخره طرف بگن اون روش بالا میاد و دیگه. آره یه مقدار اونطوری بودم، ولی الان یه مقدار تجربه و سن تغییر میده آدم و تغییر داده، صبورترم، صبورتر شدی خیلی. الان خیلی اوکی. فردای زندگیت آیا سوزان روشن تو فکر فردا به چه صورتی هست؟ اکثر خواننده های ما آینده خوبی نداشتن یا روزهای آخر زندگیشون زندگی خوبی نداشتن. سوزان روشن هنوز جوونه واسه این مسائل، ولی هیچ وقت فکر فرداشو کرده؟ من فردا رو دیروز ساختم. برای فردام چند سالی از کار هنریم گذشتم و سعی کردم کاری کنم که در آینده زندگی روشنی بهتری داشته باشم و هرگز به نقطه های سیاه زندگی نرسم و خوانندگی رو تا زمانی ادامه خواهم داد که بالا باشم، بالا بمونم، بالا برسم و اونجا بمونم و زمانی که احساس کنم که باید، یعنی تایم من تموم شده، یا خدا میبرتم یا اینکه خودم میرم از صحنه. اوکی سوزان عاشق شدی داده؟ عاشق نمیدونم، شاید بوده یا عشق بوده، نمیدونم. عاشق شدی یا نشدی؟ نه آخه عشق رو نمیشه فراموش کرد، میشه؟ آه اینا رو فراموش کردی ولی؟ آره. آه اینایی که تو زندگیت بودن رو فراموش کردی؟ آره، خیلی راحت. خیلی راحت. پس اون عشق واقعی، حتی عشق کودکی، عشق اول، اینا تو زندگی سوزان روشن وجود نداشته؟ عشق داشتم، ولی عشقایی که بوده برای تکامل شخصیتی و ذهنی و احساسی از من، از نظر یک انسان، یک هیومن کمک بوده، ولی از لحاظ اینکه به من غذا برسونه، به من تغذیه قلبی باشه، نبوده. نبوده؟ نه. فقط برای گذرای زندگی؟ فقط منو ساخته. آخه. ساخته کسی که هستم امروز، شخصیتی که هستم، هر کسی، هر جوری که هستم. و عشق واقعی من فقط توی بغل خانوادم دیدم، میبینم، یعنی لذت میبرم اگه چیز غذایی بپزم بردارم بخوره. This is like beautiful. بهترین عشق برای من. اگه یه چیزی احتیاج داره من بتونم انجام بدم، یا مادرم یا پدرم، رنج میبرم از اینکه ببینم هر روزی داره به سن پدرم اضافه میشه، رنجم میده برای اینکه عاشقشم. عشق این فکر، ولی عشقایی که داشتم برام رنجاور نبوده. ایچی عشق زنده نگرت میداره، عشق واقعی، اگه همیشه در کنارش باشی، باهاش باشی، و اگه زمانی که بخوای باهاش نباشی دیگه اون معلومه که عشق نبوده، عشق نیست. اوکی. عشق واقعی خانواده است، نه علی؟ اوکی. وقتی با یه نفر آشنا میشدی همینطوری آشنا میشدی برای همون تکامل کردن خودت، برای پر کردن خودت، یا برای اینکه از تنهایی در بیای؟ برای بعضی موقع توی زندگی یک نقطه های خالی هست. آها. خالی، ضعف های خالی هست،
تو در هر زمان اون نقطه های خالی، اون مهره ها جاهای مختلف قرار میگیرن. خوشبختانه هیچ وقت برای من مهره ها جای اثر چیزای مالی نبوده که بخوام کسی رو پیدا کنم که از طریق مالی منو ارضا کنه. برای همین بیشتر رابطه هم احساسی بوده. و جاهایی برخورد کردم با کسایی که فکر کردم در تکامل احساسی من، کانفیدنس و شخصیت من مؤثر هستن. اونی که میخوام و میتونم به دست بیارم برای که محکمتر رو پاهام را برم، قویتر روی صحنه بدرخشم و قویتر از موانع بگذرم. و اونا باعث شده که این قدرت منو بیشتر و بیشتر کرده و این کانفیدنس رو در من زیادتر کرده. ولی از نظر احساسی عشق واقعی نبوده، فقط ساختن من از کسی که امروز هستم بوده. کسی الان تو زندگیت هست؟ نه، هیچ کس الان نه. چند وقته؟ 2 سال و نیم حدود. دو سال نیمه هیچ کی تو زندگی نیست؟ هیچ کس. زندگی راحتی هم داری؟ خیلی. پر انرژی تر هم هستی؟ خیلی. It's beautiful. میدونی خیلی الان چیزم، یعنی برای اینکه احساس میکنم واقعا شاید چیز خالی دیگه نیست تو زندگیم، شاید برای همینه که راه نمیدم دیگه. خیلی خیلی سخت. بعد اونی که میگی که گفتی ایدئال باشه تا اینکه راهی بتونه پیدا کنه در زندگی من. دروغ نگو، من بچه نیستم دیگه، بازی نده، بازی چه نیستم دیگه، با هم بمون، عشقامو باور بگو، زندگیمو از این زیادتر نگو، دیگه بهم نگو، عشق تو خاطر که دلت عاشقه برام ملاد. پیشی برنامه نوروزی با هم کار کردیم که این با لباس چرمی که تو روی صحنه پوشیدی دل خیلی از مردها رو به دست آوردی. خب. و خیلی از خانم‌ها از این مسئله بسیار دلخور شدن که آقا شوهرشون یا دوست پسرشون گفتن چقدر سوزان روشن خوشگله، بچه هیکلی داره، و طرف هم گفت این حرفا یعنی چی؟ کجاش خوشگله؟ این چیزا چیه؟ و خب همیشه وقتی که میدونی یه خواننده زن این مشکلات رو داره، بله. چون خانم‌های دیگه روبروی جبهه میگیرن، این جبهه چقدر به نفع تو و چقدر به ضررت هم شده؟ به نفع من؟ خب میدونین اگه کسی رو اصلا به نفعت بوده؟ خب آره، هر چیزی که تبلیغاتی باشه، وقتی مردم راجع به صحبت میکنن، چه نگاتیو چه پوزیتیو باشه، مطرح‌تر میشی. اوکی؟ بعد حتی اونایی هم که مثلا ندیدن میگن اما ببینیم کیه سوزان که مثلا اینطوری میگن راجبش. بعدم اونایی که جوان‌تر بودن، اونایی که جوان‌ترن همیشه تو رو کاپی میکنن، فالو میکنن، میخوان مثل تو باشن، تو رو دوست دارن. با اونا مشکلی فکر نکنم هیچ موقع بوده. شاید مثلا در سنین مختلف متفاوت این چیزی که شما کلی نیست در ارتباط با خانم ها. کلی نیست. اولا خانم های خوشگل هیچ وقت با من پرابلم نداشتن. خانم های زشت داشتن. خانم های زشت هم من ندیدمشون. با من در شخصا نبودم. ولی من دارم میگم با من مشکلی نداشتن هیچ وقت. آها. ولی بعدم لباس چرم که مال سالها پیشه علی جان. خب دیگه میگم، گفتم سالها پیش اون ادامه پیدا کرده. حالا شما خانم به شما چی فکر میکرد من اون لباس چرم پوشیدم؟ هیچو نپرسیدم.
هیچ وقت نپرسیدم. نپرسیدی؟ نه. چون خودم درست کرده بودم. وقتی خودم یه کاری رو انجام بدم بعد همه خوششون بیاد دیگه. اون ویدیوی حقیقت برم. منو شما گرفتی یادت. اون مثل بم تو ایران ترکید یادمه اون زمان. یادمه. چقدر دوست داشتن همه. آره یادم میادش. چقدر هم پافشاری کردی که من برای فیلمبرداری بیام اون روز. بله یادمه. یادمه مشکل داشتیم با کنتکس نمیذاشتن. یادتونه؟ خوب یادمه. آره. خب. ولی شما از پس همه برمی. تو رو خدا این احساس رو داری. این احساس رو داری. خب خوشحال هستم. You did very good. Thank you so much. مرسی. همه این سالها. خیلی مشکرم. مرسی. صحبت زندگیت هستش. صحبت از کار هنریت هستش. زندگی سوزان روشن. چجور زندگی؟ آیا پر فراز و نشیبه؟ پر از تحول و تحرک توش؟ یا نه؟ یک زندگی خسته کننده، بورینگ، معمولیه. زندگی من خیلی خوبه الان. خیلی راحتم. راحتم مشکل و پرابلمه که نمیدونم آیا هیاهویی داری تو زندگیت؟ برو بیا. آره خب الان همش در حال تکاپوی فیلمبرداری و شوتینگ و این چیزا هستم. بعدم که دوباره تورا و کنسرت ها و اینا آلبومیات شروع میشه. چه سن سوزان از خواب میشه؟ بستگی داره بخوام ساختمون سازی میکنم یا نه. اگه نه الان نه دیرتر پر میشم. چه ساله؟ ده. آره ولی بوده که هفته هشتم پر شدم. راست بگی؟ سه سال. آره ولی بودم که سه دو بر ازار یا یک بر ازار نه نداشتی این ساعت. اون موقع ها گذشت. خیلی قدیما گذشت اونا. خب سوزان روشن پروازهای متعدد. سوزان روشن توی این مسئله خیلی چی؟ اگر 12 قرار داری باهاش بگو 9 صبح. او کام آن دتس نات ترو. سوزان روشن همیشه 2 ساعت تا 3 ساعت سر قرارش دیر میادش. من اگه هر کس دیگه من بود آقای علی رضا امروز با اون تاندر استورم با اون بارندگی هوا باد و طوفان از اورنج کانتی من سوزان روشن 2 ساعت نمیده بودم. سر ساعتم اومدم میکاپم هم رفتم کردم. من 2 سال ندیدم سوزانم. میخوام ببینم امروز هم همون جور هستش آیا سوزان؟ نمیست. چون یادم میاد مادرت که منم بسیار براش احترام قائل هستم همینطور برای پدر عزیزت همیشه میگفت علیرضا تو رو خدا اگه باش قرار داری یه ساعت زودتر بگو بیادش و همیشه اونها توی این مسئله بودن که سوزان دیر میادش. میدونی چرا؟ نه اون اولش که اینجور نبود. اینطوری شد به خاطر اینکه همون مسئله پیش میاد که گفتم که دیگه خستگی دیگه که گذاشتم کنار. آها خسته شده بودم بی برام مهم نبود. بی حوصله بودم از تکرار. پول تو زندگی چه نقشی رو بازی میکنه؟ نقش مهمی رو بازی میکنه. زندگی من یا همه؟ تو پول مهمه. بله پول مهمه. پول رو دوست داری که داشته باشی نگهش داری؟ پول رو دوست داری که باهاش چی کار بکنی؟ پول آرامش فکری میاره، کانفیدنس بیشتر میاره، از اشتباهات آدم کم میکنه چون یه تکیه گاه داری و میتونی آزادانه، مخصوصا اگه تو هر کار هنری هستی، اگه تو خیلی سپورت داشته باشی از اون مسئله، خیلی راحتر میتونی بری تو شعرا و موزیکا غلط بزنی، عاشقانه بخونی، میتونی بری پای آینه خود ساعتا نگاه کنی، ایراد صورتتو بگیری، خودتو قشنگتر کنی، بری خرید، مغازه‌های مختلف، هر چی دوست داری بخری، بپوشی که مردم تو مثل یک چیزی براشون، سمبل، بایستی که مثل یک گل بمونی. و مهمه که پول اهمیت داره. پول اهمیت داره که تو زندگی هر کسی مهمه. بعدم پول داری هستی تو؟ به اندازه کافی دارم. به اندازه که هپی باشم. خیلی هم زیادش خوب نیست. پول زیادم به چه درد میخوره؟ بعد بشینه تو ساختمونه و خاک بخوره پراپرتی ها و اینا. یه روزم از خودت میره برای بچه‌ت، از بچه‌ت میره برای بچه‌ت. به نظر من هر کسی آدم تو یه مقدار بعد برای بچه‌ش و اینا چیز بذاره، اون بچه باید خودش ریسپانسیبل باشه که کار کنه. فکر ازدواج هستی؟ هستم. فکر بچه هستی؟ انشالله یه روزی.
یه روزی فکر میکنی داره ساعت همینطور تیک تیکش؟ آره داره میگذره تیک تیکش، ولی من یه پلانایی دارم که نذارم از تیک تیکش بگذره خیلی. اوکی الان میدونی که قشنگ چیز میکنم. نه تو اصلا نگرفتی منو. نه الان خیلی تشکیلات چیز بالا رفته، میگم تشکیلات علوم و علم بیولوژی خیلی بالا رفته. من پلان دارم میخوام که فریز کنم اگزامو. I'm gonna freeze it and then anytime I want 10 سال 15 سال هر 20 سال دیگه هم میخوام هستش که بچه دار بشی. میتونی اگزام میارن؟ نه اگه خواستی میارن با چیز اسپرم مرد، بعد میذارن دوباره تو شکمت، چه حتی اون موقع از چیز چیزت گذشته باشه چه نه، میتونی هنوز داشته باشی. اینو من دارم میکنم که بعدم اگه زودتر بود که خب فبها نبودم، هر وقت که اومد من همیشه پیش بینی میکنم که گفتم دیگه اینوستمنت ها من رفتم کردم برای آینده که صحبتش. شما آدم بسیار بسیار راحتی هستی، یعنی این میخوام اینم دلیلش به خاطر این هستش که از سنین بسیار کم وارد آمریکا شدی. تو هم 12-13 سال بوده دیگه؟ نه خیلی کوچیک‌تر. 9-10 سال بوده. آیا دلیلش این هستش؟ آیا دلیلش خانوادته که توش بزرگ شدی؟ آیا اطرافیانته؟ یا اصلا نه آقا بی خیالی حرفا، یعنی چی؟ من کر نمیکنم، چیزی که دوست دارم و میگم، حالا کسی خوشش بیاد خوشش نیاد نیاد. من خیلی کر میکنم. من برای افکار مردم مخصوصا جوونا بچه‌ها خیلی کر میکنم، اهمیت قائلم. برای همین برای فامیلم خیلی کر میکنم، به خاطر همین از خیلی مسائلی که اگه یه زمانی ممکنه لطمه‌ای به فامیلم یا شخصیت فامیلیم بزنه یا لطمه‌ای بخواد بخوره به کسایی که منو دوست دارن، باور میکنن جوونا بچه‌ها، از اونها سعی میکنم خیلی دور باشم، حداقل جلوی انظار همه چی برام خیلی صاف و پاک باشه، میدونی؟ برای اینکه من مسئولم برای و کانفیدنس یه چیزی که تو باهاش زاده میشی و مثل یک تالنت. کانفیدنس مثل یک تالنته که در تو هست، ولی اونایی که دور و برت هستن این تالنت رو میتونن بیارن از تو بیرون، خب بپرورونن. مثل یه ارگان بدن که مثلا تو تالنت داری خیلی خوب شوت بزنی تو فوتبال، ولی وقتی که به کارش بگیری به پرکتیس چی میشه؟ خوب میزنی دیگه. این ترین کردن کانفیدنس منو که میگی راحتم، من فکر میکنم به خاطر پدر مادرم بوده، مخصوصا پدرم، چون همیشه از بچگی همیشه هم گفت برو بکن، برو بپر، برو بالا. من مثلا برش مهم نبود، من میرفتم تو مثلا چندین متر بالای درخت، مثلا بهم گفت برو بالا تا برو تو رو خدا میرفتم مثلا پشت بون بچه بودم، من میمدن مثلا از اود مثلا 10-20 پشت بون پیدا میکردم آرامیان. بچه کجه؟ بچه کجه بود؟ بچه تهران هستی؟ تهران. ما اول کندی بودیم فکر میکنم پرچم، بعدم رفتیم تهران ویلا. اوکی هیچ خاطری داری از گذشته؟ آره خیلی خاطر داری. خاطرهای کوچیکی دیگه. خاطرهای کوچیکی. خب تا چرخ سواری. هیچ وقت به ایران نرفتی بعدش دیگه؟ نه. اوکی. یعنی الان در حدود 29-30 سال خارج از کشوری، درسته؟ هفت اومدی؟ آره بله. بیشتر 27 سال میشه. بیشتر 29 سال. بله. همو 77 بود ما فکر کنم. جمعه بیدن مادرم.
یه هنری متفاوتی رو سوزان روشن داشته تا خیلی دیگه، به خاطر اینکه خیلی سن کم اومده تو این کار. هیچ وقت با خواننده مردی درگیر شدی؟ درگیر؟ دعوا؟ دعوا نه، بالاخره دلخور باشه. نه من با سوزان روشن نمیخونم. بودن گفتن نمیخونم، ولی درگیری نداشته. تو چی گفتی؟ من چی گفتم؟ آها، طرف گفت من نمیخونم با سوزان روشن. گفتم خب نخون. تو چی؟ من چی؟ من ما هیچ وقت نگفتم با هیچ کس نمیخونم. من بگم آها نه، همیشه با همه رو دوست دارم. نه چرا؟ برات اهمیت داره کجا بخونم؟ اول بخونم؟ آخر بخونم؟ الان نه دیگه. داشتش ولی؟ آره الان باید زنی بزنم یعنی اول بیا شما باید برنامه رو شروع کنی هشت شب میری؟ نه خب مردم باید باشن تو سالن. اگه مثلا ببین اگه 5-6 تا خواننده باشه مهمه، اگه 2-3 تا خواننده باشه برام مهم نیست. آها برای 5-6 تا خواننده برام هنوز مهم هست. خب آره، برای که خیلی زود باشی خب مردم میست میکنن. خب نمیتونی، مردم نمیبیننت، میدونی؟ ولی مطمئنم اگه 5-6 تا باشن همیشه خب خواننده‌ای هستن که تازه کارشون شروع کردن یه مقدار، اونا خب میتونن مثل ماها که خب این راهو رفتیم دیگه. چرا که نه، همه این راهی که همه باید برن. علی تو ویدیوهای مختلفت پدرت هم بوده اگه اشتباه نکنم، پدرت، مادرت، برادرت تو ویدیوهای مختلفت بودن. دلیلشه؟ خب کی از اونا بهتر؟ هم میدونی هم هنر رو میشناسن، دیدن با من بودن، بلدن چجوری چی کار کنن، هم هم خوشگلن، خوشفرمن. مامانم که تو دیدی؟ صد درصد. الان هم تو تا فرمان نشسته. فرمان نمیده. دستی تو همین. حرف مادرتو گوش میکنی؟ یا تصمیم آخر با کیه تو زندگی؟ تصمیم آخر با خودمه. خودته؟ ولی خیلی گوش میکنم به نظرهای پدرم، مادرم گوش میکنم. شده هم یه چیزی بگی واقعا نخیر من اینجوری دوست دارم و میخوام این کارم؟ بله شده. کی بیشتر دخالت میکنه تو زندگیت؟ پدرم. پدر بیشتر دخالت میکنه. خب تو چی؟ چند درصد از دخالتش رو گوش میکنی؟ تازگی خیلی بیشتر گوش میکنم، برای اینکه برای مهمه که اون هپی باشه. اوکی. حسود هستی گفتی؟ نه نیستم. نیستی؟ نه اصلا نمیدونم. بستگی به خانده داره... زن دیگه؟ آه نه، فکرم مثلا رابطه های girlfriend boyfriend اینا رو میگی. خب تو اون چی؟ I don't know. نمیدونی مثلا یه فکر با تو دوست هستش، علاقه به داره، بعد مثلا یه دختر خانم دیگه رد بشه به اون نگاه کنه؟ نه نگاه کردن دوست ناراحت نمیشم. آها نگاه کردن خب اگه نه منم نمیتونم نگاه کنم هیچ وقت. خب مگه میشه آدم مثل قشنگ ببینه نگاه نکنه؟ خب من خانم قشنگم میبینم نگاه میکنم. آخه خب اگه من نگاه میکنم دیگه وای وای پسره چرا نگاه نکنه؟ ولی مشکل کجاست؟ مشکل اگه نمیدونم دیگه، یه شب باش بره بیرون یا یه شب دعوتش کنه به احساسی بشه. آه احساسی بشه اون موقع مشکله. مشکله از لانگش که احساسی نیست ایتس اوکی. اوکی. سوزان روشن لباس سکسی میپوشه و روی صحنه قرار میگیره. فکر کنی لباس سکسی خوبه؟ اشکال نداره یه خواننده زن ایرانی لباس سکسی؟ یا اینکه نه آمریکا زندگی داری میکنیم 20 خورده ای سال هستش، خواننده آمریکایی چطور میپوشن ما چرا نپوشیم؟ اگه ماهی کلمون خوب هستش خب ما هم باید بگنیم. من همیشه هر چیز که بهم اومده پوشیدم. مثلا این موقعی بوده لباسای سکسی بوده ولی بهم نمیومده خب نپوشیدم، ولی اگه هر چیزی بهم بیاد تا اونجایی که بشه در فرهنگ ایرانی باهاش دیل کرد میکنم، ولی اگه بخواد یه مقدار خارج از اون مسئله باشه نمیکنم، چون من خواننده ایرانی هستم و برای ایرانی ها میخونم و میلیون ها نفر منو در کشورم میبینن. تا اونجایی که من خودم از نظر دید خودم برای کسی که تا
سنی حدودا اونجا بوده و اینجا اومده بزرگ شده، از نظر من و فرهنگی که باش بزرگ شدم توی پدر مادرم در خانوادم، من اونو حد میگیرم. اگه تو خانواده من اشکال نداره بپوشمش، تو فامیل من اشکال نداره، میپوشمش روی صحنه. سوزان روشن آدم سیاسی هست یا نیست؟ اعتقادات سیاسی داره یا نداره؟ دارم، ولی اعتقاد حزبی داره یا نداره؟ به گروه خاصی اعتقاد داره یا اینکه نه؟ نه. اعتقادت به چیه؟ اعتقادم به آزادی. آزادی. آزادی کلام، دین، لباس، عشق، آزادی. آزادی دوست داره. اوکی. بسیار عالی. سوزان روشن زندگیش رو تو کار هنری گذاشته و ازدواج نکرده. به گفته خودش خیلی محرومیت هایی کشیده، سد هایی جلوش قرار گرفته شده، باز دوباره داره این کار انجام میده و باز دوباره علاقه داره به این کار. آیا این بازگشتیه برای سوزان روشن یا این بار دیگه داره خیلی ریلکس کارش میخواد بکنه، بخونه، بره، بیاد و براش اهمیت نداشته باشه؟ نه، دلم تنگ شده برای صحنه، برای مردم. دوست دارم و دوست دارم شعر و آهنگ‌های بیشتری ارائه بدم. دوست دارم بازی با کلام، با موزیک و دوستانم رو نمیخوام که ناامید کنم، میخوام براشون بخونم، چون میدونم بهم زنگ میزنن، ایمیل میفرسن، دوستم دارن. اینه که برام نه یه چیزی همینطوری نیست، دوست دارم. سوزان رو خیلی میگن آدم بسیار ساده ایه. درسته؟ آیا سادگی به کار موسیقی و به کار هنر ربطی پیدا میکنه؟ آیا اصلا آدم ساده میتونی تو کار خوانندگی باشه؟ نه، ساده هستم، ولی خیلی تجربه باعث شده که بتونم این سادگی رو کنترل کنم. باهوش هستم ولی ساده هستم. ولی یه چیزی هم که از خیلی، هر کسی اگه چیزی بد به من بکنه زود فراموش میکنم. این نمیدونم خوبه یا بده، ولی نگه نمیدارم تو ذهن. باز سعی میکنم از طریق محبت و دوستی یک رابطه برقرار کنم و خیلی خوبه تو این چیز. برای همین کمتر با کسی کدورت کاری پیدا میکنم، ولی سیاست کاری هنوز باید بیاموزم. بسر یه ماست جردار بی پشت و یار و یابر استادم به دانو در جست و جوی مادر چه خوب وقت دیدم با که تو سر کشیدم خواننده‌های پاپ ما اکثرشون خانوم ها به خصوص، نه ما، همه جای دنیا، از غیر از هنرشون، غیر از صحنه‌شون، نون زیباییشون رو هم میخورن و باید از زیباییشون استفاده بشه. با سن نمیشه جنگید، با فضا و این موقعیت زمان هم نمیشه جنگید. هر سال یک سال به سن اون هنرمند اضافه میشه و این درآمد زندگیشون یه نوعی، بالاخره غیر از این باید این زیباییه، باید این میکاپه، باید این خوشفرمی و محکمی باشه. سوزان روشنی که از اوناست که خیلی خیلی به صورتش، به هیکلش، به چهرش اهمیت میده. 10 سال دیگه، 15 سال دیگه چهره سوزان این چهره نخواهد بود. فکر این هستی که چیکار باید کرد؟ یا فکر کنی نه آقا خواننده دری نداره، سنش رفته بالا که رفته بالا؟ سخت‌تر کار خواهم کرد در ارتباط با زیبا موندنم و هی خوشکل موندن. الان خیلی کار نباید بکنم براش.
راحت تره. ولی وقتی شد 10 سال 15 سال دیگه خیلی بیشتر ورزش میکنم، بازم زودتر میخوابم، آب میوه بیشتر میخورم، بعد سعی میکنم که اگر کمک نکرد بعد از بعضی ها هستن به خودشون میگن که we have the hands of a god، از اونو کمک میگن، از عملهای مختلف جراحی از اونو کمک میگن. I try my best. سوزن تفریحات چیه؟ شاپینگ، موویز، سینما میری، خرید میکنی؟ خرید، خیلی دوست دارم شاپینگ، مغازه ها، بعد سینما، عاشق مووی هم، تمام فیلم ها رو میبینم. میبینی؟ خیلی دوست دارم. بعد سپورتس. با کی میری سینما راستی؟ داداشم، گرفرند داداشم، مامانم اینا. میری بیرون، میری سینما. سینما. اوکی، دیگه؟ دیگه خودم هم میرم یه موقع هایی. تنهایی میری سینما؟ آره، یکی دو بار رفتم. تالا شده مثلا میری تو سینما سوزان روشنه نگاه کن تنهایی اومده سینما؟ نه، نشده ایرانی ندیدم. آه ایرانی ندیدی؟ فیلم های خیلی قشنگ میسازن، خیلی دوست دارم فیلم های اینجا را. شما خیلی اینترست هستین در فیلم های سینما، من میدونم. مرسی. خب سوزان 2 سال خورده اصلا نبودی، 4 سال آلبوم ندادی بیرون، به طرفدارا دوست چی بگی؟ به طرفدارام؟ آره، الان که برگشتی، الان که داری آلبوم تهیه می‌کنی. میگم که انشالله که منو بفهمن که من چرا چندین سال دوری کردم، منو ببخشن. اینقدر محبت دارن به من. من چند وقت پیش کنسرت گشتم، باور نمی‌کردم که اینقدر تو تگزاس به من محبت داشتن مردم. اینقدر هنوز آهنگ‌های من مال قدیم همینجوری همه با هم میخونن، انگار که نه انگار این آلبوم قدیمی بوده. و من میخوام که معذرت بخوام از همشون که این همه مدت من نیومدم روی صحنه و آلبوم بیرون ندادم، با این همه محبتی که دارن به من و اینقدر سپورتی که منو کردم. من با مردم بزرگ شدم، من یه قسمتی از زندگی منه، از جون منه، چون از بچگی رو صحنه با اونا شکل گرفتم، فرم گرفتم، دوستشون دارم، عشق دارم، عاشق مردمم. و انشالله که بتونم دوباره اون سوزانی که دوست داشتن برای اونهایی که طرفداران بودن باشم و بتونم با کارهای زحمتی که بیشتری که میکشم دوباره پذیرا اگه مردم باشم. و انشالله که همین حالت در موزیک و انترتینمنتمون باشه از نظر مطبوعات، تلویزیون ها که من دوباره برگشتم، دوباره با من همکاری خوبی آغاز کنند. انشالله که دیوارها همه تا الان ریخته شده دیگه نباشه، دیگه مامون داره سفید میشه همه. و با شوق بسیار زیاد، با آغوش بسیار باز، با انرژی خیلی زیاد دارم برمیگردم. ویدیوهای خیلی خوب، آهنگا و شعرهای قشنگ، آلبوم بسیار خوبی دارم برمیگردم که آقای فرخواهی دارن تهیه کردن و و و و انشالله که بتونم دوباره رو صحنه برای شما سوزان باشم، بسوزونم. مرسی، خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی، وقت برنامه همون تموم شد، به هر صورت موفق باشی. مرسی علی جان. و بازم ببینیم بیشتر انشالله. مرسی، بازم ببینیم. مرسی.